علمای اسلام ما ملا و تمام مولوی صاحبای عزیز احترام قائل هستیم، چون دین اسلام بر اونا قائل شده و اونها رو خداوند جایگاه مقدسی مساجد و منبرها رو برشان انتخاب کرده. گفته ما میگیم به اونا پیشنهاد میکنیم بروند در منبر بشینند و مردم رو هدایت بکنند. بحث اقتصاد، بحث سیاست، بحث کنترل ارز و بحث روابط بین المللی، اینها مسائلی هستند که باید به اهل کار سپرده شوند، کسانی که تحصیل کرده هستند، کسانی که متخصص هستند، کسانی که قدرت تصمیم گیری در این راز دارند. و ما باید خطاب بر جامعه بین الملل و زنان افغانستان میخوایم بگویم که ممکن نیست که زنهای افغانستان گروهی طالبان بپذیرند. إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ. و اونها رو خداوند جایگاه مقدسی مساجد و منبرها رو برشان انتخاب کرده. گفته ما میگیم به اونا پیشنهاد میکنیم بروند در منبر بشینند و مردم رو هدایت بکنند. بحث اقتصاد، بحث سیاست، بحث کنترل ارز و بحث روابط بین المللی، اینها مسائلی هستند که باید به اهل کار سپرده شوند، کسانی که تحصیل کرده هستند، کسانی که متخصص هستند، کسانی که قدرت تصمیم گیری در این راز دارند. طالبان خط قرمز روی زنان. بلزمیت شناختن طالبان خط قرمز روی زنان. بلزمیت شناختن طالبان خط قرمز روی زنان. بلزمیت شناختن طالبان خط قرمز روی زنان. حزب زنان حزب انسان. حزب زنان حزب انسان. ما خاموش نمی باشیم. ما خاموش نمی باشیم. برای من امنیت بدهید. برای من امنیت بدهید. برای من کار بدهید. برای من کار بدهید. برای من نان بدهید. برای من نان بدهید. ما حق تحصیل داریم. ما حق تحصیل داریم. خوش زنان امروز به خاطر بیکاری و فقر و سلب و آزادی خدمتاده ها آمدیم از دولت از جهان بگیریم و دنیایی که ما را نادیده گرفته دیگر که ما را خوش شده برای ما پیش فاصله را میخواهیم بیدار بسازیم که امروز اینجا یک ملت میمونه، یک ملت از فقر، از بیچارگی، از سلب و آزادی خود داره میمیره و تمام دنیا مشاهده میکنن، تمام دنیا نظارگر هستن. تا بکر ما خستان میشیم وقتی که شما میبینید ما در این طور یک رژیم زندگی میتونیم زیر بایده خود ماله در هوای سر نایم بجاده ها نان ماهی چکاری خراب شهر میتوب از پیش مشوار تشکر. مبارزه خود انسان میکنه، حق خود خودش میگیره، حق برای کسی داده نمیشه. سلام، من مادر هیراد پیرورداغی هستم.
چند دقیقه پیش هیراد از زندان اوین به من زنگ زد و به من گفتش که از دیروز یه متهم داعشی اونو تهدید به قتل داره میکنه. من این ویدیو رو برای آقای اجایی، شخص آقای اجایی، آیت الله خامنه ای، آقای القاسم مهر و علی صالحی و دادگاه انقلاب دارم میفرستم. توی بند امنیتی 209 یک زندانی هستش به اسم هیراد پیرباداغی که از دیروز تهدید به قتل داره میشه و پرونده هیراد توی بازداشت موقت بدون هیچ مدرکی، بدون قرار وثیقه نگه داشته شده و مستقیم داره از بازداشت موقت به سمت دادگاه داره فرستاده میشه. از کی تا حالا یه همچین اتفاقی میافته که دادگاهی به این فوری تشکیل بدن تا متهم رو انقدر بیشتر نگه دارن؟ اگه قرار دادگاهی بره، چرا نباید با قید وثیقه جونش رو از اون بند امنیتی در بیاره و بیاد بیرون و بعد توی دادگاه حضور پیدا کنه تا بتونه دفاع کنه از خودش؟ از کی تا حالا 35 روز یه مادر توی این سرزمین میره التماس میکنه که بازپرس ویژه یک جواب بهش بده ولی جواب نمیده؟ از کی تا حالا تمام مراحل قانونی و عدالتتون اینجور شده که تا یه خصومت و لج و لجبازی و خوش اومدن و بد اومدن آینده سلامتی جون یک آدم رو اینقدر به سخره گرفته میشه و هیچ کس نیست؟ من میگم که نهاد مستقل کجاست؟ الان کی؟ من باید صدام به کی برسونم؟ ما میخواستیم فقط صدای شما رو برای چند دقیقه بشنویم. به همین خاطر اگر برای شما عزیز هست، سام، من یه خواهش میکنم، چون من وضعیت مادر رو میدونم، احساس کردم که این اواخر صحبت مامان نفسش داره. جانم عزیزم، سلام. سلام مادر جان. میخوام صحبت کنم. بفهم قربونت. من گفتم نفستون شاید یاری نکنه اسپری بزنی، فقط می‌خواستم یه وقت داشته باشیم. باشه عزیزم، بگم. باید بگم من داشتم میرفتم امامزاده، همیشه از این محل میرفتم به خاطر خلوتیش که با خودم صحبت میکنم و میرفتم. رسیدم تو کوچه، دیدم یه موتور سوار، دو تا سرنشین نزدیک من رسیدن. وقت میلگیر زیاد گذاشته بودن، منم پیاده شد هول دارو میلگیردا. دیگه من چیزی حالیم نشد، فقط چیزی که حالیم شد دوتا خانم گفت برو دستمال کنکس بخریم بیاریم. دیگه من هیچی نفهمیدم و رفتم بیمارستان. بخیه زده بودن اینا، از سرم عکس برداشته بودن، همه کار کرده بودن، نوار قلب ورشه بودن، من هیچی نفهمیدم. وقتی به هوش اومدم دیدم من تو بیمارستانم، گفتم بچه من اینجا هستم. من یه موتوری گفتن هول داد آوردیم اینجا. الان بدنم همه انگاری که خورده، صندوقه سینم درد داره، بدنم همه درد میکنه. من کوتاه نمیام تا زمانی که زنده باشم. من حرف دل من میزنم، صدای ستارم، تمام ستارای ایرانم. من از این موتور بزنه، ماشین بزنه، هیچ ترسی ندارم. ببرن اوین نمیترسم، اونجام کوتاه نمیام. من رای ستار ادامه میدم، من اصلا کوتاه نمیام. من حرف مصابه میکنم، به من گفتن مصابه نکن. بنیاد ول کن. گفتم من بنیاد ول نمیکنم. گفت هر چی بشه باید میگیری. گفتم آره، هر چی بشه باید میگیرم. سهر گفتن میکوشیم بچه ها، نمیدم چیکار، نواد و هی. گفتم باشه. گفت مصابه نکن، برای اینا بده. گفتم من مصابه میکنم. گفت بنیاد جمع کن. گفتم من جمع نمی کنم بنیاده. گفتم این بنیاد برای مردمه، من جمع نمی کنم بنیاده. گفت مصابه نکن. گفتم من مصابه میکنم، تا نمیام، من مصابه میکنم.
اصلا کوتاه نمیام، از این بدترم بشم کوتاه نمیام. موتور بزنه برام هیچی نی، از ستار که بالاتر نبودم. درد بکشم، درد ستار از من بالاتر بود. من از هیچی ترسی ندارم، از هیچی، هیچ سر و هیچ گردن مال اینا. من تا آخر که زنده باشم حرف دل من میزنم، حرف دل بچه من میزنم. سکوت نکنین شما، اتحاد داشته باشین با هم در مقابل جمهوری اسلامی بواستین تا نابود بشه جوانای ما مثل آزم، مثل رولایزم، مثل دیگرون. چی گناهی داشتن؟ دوزی که نکردن، تریاکی که نبودن. اینا بیگونا اعدام میکنن یا زیرشکنجه میکشن شما. گناه اینا چیه؟ گناه اینا رو به ما بگن. گناه اگه گناهکارم از قانون تزیم بگیره، نه اینا به اینا اعدام کنه یا زیرشکنجه بکششون. بچه من 4 روزه زیرشکنجه کشتن. اگه گناهکارم بود دولت چیز میکرد، تزیم میگیره، نه یک مأموری اصلا سرپاش یک قرون نمیاردیه. بله سپاسگزارم. بهش ادامه بدین، همه خودم هم ادامه میدم. همراهان عزیز درود بر شما. به برنامه خدا باوران از رادیو بی خدایان خوش آمدید. من حسن فرامرز هستم، میزبان شما در این برنامه که یک شنبه ها ساعت 22:30 به وقت ایران به طور زنده از صفحه فیسبوک خدا باوران پخش میشه. ممنون که وقت میذارید و توجه میکنید. اگه صفحه ما رو دنبال کنید یا درخواست دوستی با ما رو بدین، فیسبوک شما رو در جریان شبنشینی های هفتگی ما قرار میده. همونطور که از عنوان برنامه پیداست، امشب قرآن نمیخونیم و سؤال هفته هم نداریم. کتاب مبین و سوالات مربوط به اون رو میذاریم برای هفته آینده. عوضش نگاهی میندازیم کوتاه و مختصر به برخی از شعارهای معترضین در ایران و افغانستان. چرا شعارها؟ چون شعارهاست که به ما میگه شعور شعار دهنده در چه حده. شعار تبلور صدای معترضینه. از شعارهاشون پی میبریم چه نوع ذهنیتی دارند و خواستار چه جور جامعه ای هستند. پس بسیار مهمه که شعارها رو بفهمیم. امشب میخوایم ببینیم فرق محصولات دیکتاتوری یعنی معترضین ایرانی با محصولات دموکراسی یعنی معترضین افغان در چیست. فقط یه توضیحی بدم و اون این که برنامه امشب اندکی با شتاب زدگی آماده شده، چون یهو در آخرین لحظه تصمیم گرفتم روی این موضوع کار کنم که فکر منو مشغول کرده بود. بنابراین پیشا پیش از بابت کم و کاستی های احتمالی عذرخواهی میکنم. اما قبل از این که بریم سراغ موضوع برنامه،
اجازه بدین دو منبع بسیار مفید و پربار رو خدمتتون معرفی کنم. دو مکان فرهنگی و روشنگر برای کسانی که دوست دارند در شبنشینی های پربار و پرملات شرکت کنند. فقط مثل همیشه یادآوری می کنم که من مسئول حرف هایی که دیگران می زنند نیستم. تضمین هم نمی کنم که هر کس هرچی می گه درسته یا هر کس هرچی می گه قبول دارم. نه، اینطور نیست. درستی یا غلطیش رو خودتون باید تشخیص بدین. من چیزی رو که به نظرم مفید میاد معرفی می کنم. باقی با خودتون. این نکته رو هم باید روشن کنم که من هیچ کدوم از این عزیزان رو نمیشناسم و حتی خیلی از برنامه هاشون رو هم ندیدم، اما همین چند جلسه ای که از هر کدومشون دیدم متقاعد شدم که برنامه هاشون بسیار مستدل، مستند و روشنگره. حالا کم و کاستی هاشون هم به جای خودش محفوظ. اما اینجور برنامه ها بسیار مفیدند و جوامع دین زده ما شدیداً بهش احتیاج دارند. من شخصا هر بار که به برنامه هاشون گوش میدم یه مطلب جدیدی یاد میگیرم. من درود میفرستم به دستندرکاران این گروه های فرهنگی و براشون آرزوی موفقیت میکنم. از شما همراهان عزیز هم دعوت میکنم در برنامه هاشون شرکت کنید. یکی از این برنامه ها که واقعا پربار و پرملاته کانالی هست در یوتیوب و فیسبوک به نام نسل آزاد اندیشان. نسل آزاد اندیشان که گروهی است بسیار عزیز و دوست داشتنی، متشکل از افراد خردمندی از ایران و افغانستان که من درود میفرستم به همشون. کارشون بسیار عالیه. هر سند و مدرکی هم که از صدر اسلام میخواین اونجا هست. اونجا مثل دکان مشتقی خودمونه، همه چی دارن، کاملا رایگان. البته گفتگوهاشون هم بسیار مفیده. حتما به این کانال سر بزنید، کانال نسل آزاد اندیشان. برنامه دومی که اون هم خیلی زیباست، کانالی هست در یوتیوب به نام دروغ‌های شاخدار از خانم رشید رشید که ایشون هم در خردورزی و در صبر و حوصله رشیده‌ای هستند واقعا. من چند تا از برنامه هاشون رو شنیدم و بسیار لذت بردم. کانال ایشون رو هم میتونید در یوتیوب پیدا کنید، دروغ‌های شاخدار رشید رشید. اگر در جستجوی حقیقت هستید و اگه قلبتون برای وطنتون میتپه، حتما این نوع برنامه ها رو دنبال کنید و در اونها مشارکت کنید. همچنین در برنامه های ما هم شرکت کنید. بیاین صحبت کنیم ببینیم دنیا دست کیه. فقط شنونده و مصرف کننده محض نباشید. مشارکت کنید. لینک شرکت در برنامه رو در زیر همین برنامه گذاشتم. اگه دوست داشتید هستم در خدمت شما. اما بریم سراغ موضوع برنامه. همونطور که احتمالاً در خبرها یا شبکه‌های اجتماعی دیدید، تظاهرات سراسری معلمین ایران در یکی دو هفته گذشته خبرساز شد
و توجه رسانه‌های دور و نزدیک رو به خودش جلب کرد. همین تظاهرات سراسری بهانه ای داد دست من تا این برنامه رو درست کنم، تا مقایسه ای کنیم بین شعارها و خواسته های معترضین در ایران و شعارها و خواسته های معترضین در افغانستان. البته در حال حاضر به نظر میاد که در افغانستان معترضین فقط زنان هستند، زنان تنها اما آگاه و شجاع و با اراده که فریادهای دادخواهیشون لرزه بر تن طالبان و طالب صفتان میندازه. اگه همین اعتراضات نبود شاید دنیا تا حالا طالبان رو به رسمیت شناخته بود، اما اعتراضات شماست که قواعد بازی رو عوض کرده. اگه شما اعتراض نکنید دنیا فکر میکنه از طالبان راضی هستید. شما باید اعتراض کنید تا دنیا بفهمه که طالبان مشروعیت مردمی ندارند. اعتراض های شما سرنوشت سازه و اگه طالبان تظاهرات شما رو سرکوب کنند که احتمالاً سرکوب میکنند، به ضرر طالبان تمام خواهد شد، چون دنیا وحشیگری های طالبان رو در عمل خواهد دید و خواهد دانست که حق با شماست. پس طالبان مجبورند با شما مدارا کنند، چرا که چشم جهانی به شما و به واکنش های طالبان دوخته شده. اما متاسفانه به نظر میاد که مردان افغانستان زنان رو در این مبارزه تنها گذاشتند. من که مردی در میدان نمی بینم. البته ریش و پشمدارهای فحاش طالب صفت زیادند که از مردی و مردانگی فقط بند تنبانش رو به ارث بردند. حیف نان. اما مرد میدان نمی بینم. کو کجاست؟ حالا اینکه مردان افغانستان خودشون هم با طالبان موافقند و ضد زنند، یا اینکه از سر ترس و ناچاری سکوت کردن، من نمی دونم. اما این رو می دونم که هرچه هست مردان افغانستان امروز دارند همون اشتباهی رو می کنند که مردان ایران در سال 57 کردند. ما در سال 57 زنان ایران رو تنها گذاشتیم و هممون بدبخت شدیم. چرا؟ چون هیچ کشوری نتونسته با بدبخت کردن زنان خودش به سعادت برسه. محاله، نمیشه. حتی اگه خود الله بخواد نمیشه. کار محال محاله، حتی برای الله. من از مردان افغانستان خواهش میکنم برای نجات آینده خودشون و فرزندانشون هم که شده، زنان رو تنها نذارند. اگه زنان بدبخت بشند همتون بدبخت میشید، همونطور که ایرانی ها بدبخت شدند. امروز نوبت زنانه، فردا نوبت شماست. از ما گفتم بود. اما به هر حال تظاهرات معلمین در ایران بهانه ای شد برای ساخت این برنامه که صحنه هایی از اون رو در آخر همین برنامه براتون پخش می کنم.
البته بیشتر صحنه‌های مثبتش رو انتخاب کردم که انرژی مثبت بگیریم و حالمون از اینکه هست خرابتر نشه. کلیپ‌های بیشتر در شبکه‌های اجتماعی هست. من از همینجا ضمن حمایت از معلمین عزیز درود ویژه می‌فرستم به تمام معلمین زحمتکش، مخصوصاً به معلمین قم و به معلمین گیلان که سنگ تمام گذاشتند. معلم عزیزم، حمایت حمایت. اما بریم سراغ شعارها. یه فرق اساسی و حیاتی که بین معترضین در ایران و معترضین در افغانستان به چشم می‌خوره اینه که ایرانی‌ها کماکان تلاش می‌کنند همه چیز رو به خدا و پیغمبر نسبت بدن. به نظر می‌رسه که مردم ایران هنوز متقاعد نشدن که باید حساب دین رو از حساب امور دنیوی جدا کرد. بعد از 40 و چند سال تجربه حکومت دینی که هنوز که هنوزه، ایرانی ها میخوان با توسل به برداشت های مختلف از دین به حق و حقوقشون برسن. میخوان با دین به جنگ صاحبان دین برند. عزیز دل برادر، صاحبان دین ملاها هستند. شما نمیتونی با تکیه بر دین به جنگ صاحبان دین بری، میبازی، همونطور که در 1400 سال گذشته باختی. اما متاسفانه ایرانی ها به این مسئله توجه لازم رو ندارند. هی دین رو وارد سیاست میکنند، انگار خیلی هنر کردند. اسلام رحمانی، اسلام انقلابی، جمع کنید بابا با این اسلامتون. از بس خدا خدا کردید دیگه خود خدا هم گیج شده، نمیدونه به داد کی برسه. البته اگه خدایی باشه، که اگه باشه باید از خودش خجالت بکشه که همچین پیروان شیاد و درنده ای داره. درندگانی که مردم حاضرند از تیاره پرت بشند ولی روی نحس اینها رو نبینند. من اگه همچین پیروانی داشتم از تمام نسل بشر عذرخواهی میکردم. اما این مشکل یا نقیصه در زنان بیدار و هوشیار افغانستان نیست. شما به شعارها و صحبتهای درخشان زنان معترض افغانستان توجه کنید. شیر زنانی هستند که می فهمند که باید حساب دین رو از حساب امور دولتی جدا کرد. شما هیچ اثری از آلودگی دینی در شعارهای زنان افغانستان نمی بینید. تمام شعارهاشون انسانی است، متوجه انسان است، نه متوجه مهملات آسمانی، تفسیر رحمانی. همین حرفایی که در اول برنامه پخش کردم، اگه شما همین ها رو در عقب مانده ترین کشورهای جهان پیاده کنید میشه گلستان. همین چند جمله‌ای که اون زن شجاع افغان در اول برنامه گفت، در بیخ ریش طالبان وحشی. اما ایرانی‌های معترض، مخصوصاً زنان معترض، پس از 40 و اندی سال غیر از معدود استثناءاتی هنوز که هنوزه حسرت یک سخنرانی یا یک شعار درست و حسابی رو دلمون گذاشتن.
یه چیزی که هیچ اما و اگری توش نباشه نیست. کو کجاست؟ شما اگه دیدی سلام ما رو برسون. حتی برندگان جوایز صلح نوبل ما دنبال پدر معنوی هستند یا منتظر نظر فقهی فقها. حیف نان. اما شعارهای زنان افغانستان رنگ و بوی دینی نداره، همش درباره درد و رنج مردمه، مردم زمینی که مشکلات زمینی دارند که باید با توسل به قوانین زمینی حلشون کرد، نه با قوانین آسمانی. قوانین آسمانی که هست، صاحب هم داره، صاحبان طماع و شیادی هم داره، همین ملاهای بی وجدان بی شرافت که هرچی می دزدن سیر نمیشن. شما به فکر خودت باش، نه به فکر اصلاح دینی که همین ملاها بهت فروختند، به قیمت گزافی هم بهت فروختند. حساب این دوتا رو از هم جدا کن عزیز برادر. پس فرق عمده‌ای که بین معترضین افغان و معترضین ایرانی هست اینه که معترضین افغانستان میفهمند که باید حساب دین رو از حساب دولت جدا کرد، اما معترضین ایرانی هنوز دارند استخاره می کنند ببینند آیا خوب در میاد که دین رو از حکومت جدا کنند یا نه. و همین فرق اساسی است که ذهنیت و محوریت شعارها و خواسته های دو گروه رو از هم متمایز می کنه و نشون میده که محصولات دموکراسی یه سر و گردن از محصولات دیکتاتوری بالاترند. و این جمله استاد مشیری درسته که میگه بدترین دموکراسی ها با تمام کمبودها و کاستی هاشون کماکان از بهترین دیکتاتوری ها بهترند. نمونه اش همین دموکراسی ورشکسته افغانستان که احتمالاً یکی از فاسدترین دموکراسی های جهان بود که شرم بر رهبرانش باد البته. اما میبینیم که همون دموکراسی ورشکسته باز از دیکتاتوری های حاکم بر ایران بهتره، از قدیم و جدید. از کجا میفهمیم؟ از محصولاتش. افغان ها تازه دارند از خواب غفلت بیدار میشند و تازه دارند میفهمند چه بلایی سرشون اومده و چه کلاه گشادی سرشون رفته. حالا بریم چند تا از شعارهای معترضین ایرانی رو ببینیم. فقط این رو بگم که شعارهای خوب و درخشان هم زیاد داشتن البته، نه اینکه همش اینطوری بود. اما مشکل ما که با شعارهای درخشان نیست، مشکل ما با این شعارهای منحرفه. با اینها چه کنیم؟ این گونه شعارها هم از فقر ساختاری یا گرامری زجر می کشند، هم از فقر فرهنگی و فکری. با اینها چه کنیم؟ اگر این شعارها از سوی هر قشری غیر از فرهنگیان صادر می شد، می شد ازشون صرف نظر کرد. اما اینها از سوی فرهنگیان و فرهنگ سازان کشور صادر شده
معلمین فرهنگ سازان کشورند. فرهنگی خشک و خالی نیستند. کارخانه های تولید فرهنگند. اگه کارخانه های تولید فرهنگ درست کار نکنه، دیگه باید فاتحه اون فرهنگ و اون جامعه رو خوند. اجازه بدین با مشهورترین شعار معلمین شروع کنیم که مشکل دستوری داره. یه سری از شعارها مشکل دستوری دارن، زبان دستور زبان فارسی. معلم به پاخیز برای رفع تبعیض. در روزگار ما هر دانش آموز رشته ادبیات فارسی میدونست که خیز و تبعیض هم قافیه نیستند، هم صوت هستند اما هم قافیه نیستند. هیچ معلمی این دوتا رو به عنوان کلمات هم قافیه از شما نمیپذیرفت، اما حالا خود معلمین دارند استفادهش میکنند. ما هم فعلا این اشکال جزئی رو خیلی جدی نمیگیریم، چون به هر حال شعار خوبیه. حالا این یکی رو ببینید. معلم قیام کن، از حق خود دفاع کن. قیام کن، دفاع کن. قیام با دفاع هم قافیه است. یعنی در بین این چند ده هزار معلم دو تا معلم ادبیات خوش ذوق نبود که نگاهی به وزن و قافیتون بندازه. من باز تکرار میکنم، اگه قشر مثلا قصابان یا رانندگان تاکسی تظاهرات میکردند و این اشتباهات رو مرتکب میشدند، خیلی مهم نبود به هر حال. اما اینها فرهنگ سازان مملکتند که با ردیف و قافیه مشکل دارد. یه شعاری هم بود که با اینکه خیلی قشنگه اما مشکل گرامری داره. یه خانم معلمی یه پلاکاردی داشت که روش نوشته بود من یک معلمم، آمده ام به دانش آموزانم بیاموزم که حق گرفتنی است، که شعار بسیار زیبا و پرزوری است. البته باید به ایشون و به همکارانشون تبریک گفت که در این قحط سال آزادگی و بزرگی آزادمنشی رو به شاگردانشون یاد میدن. حق گرفتنی است، مخصوصاً در کشورهای دیکتاتور زده. اما سوال اینجاست، من یک معلم، دلت میخواست چند تا معلم باشی؟ 10 تا؟ تو یک نفری و بالاجبار یک معلم بیشتر نمیتونی باشی. یک در اینجا اضافه است، غلطه، احتمالاً از انگلیسی وارد شده. درستش هست من معلمم، نه اینکه من یک معلمم. خب میخواستی چند تا معلم باشی؟ 10 تا؟ اینکه شما یک نفر هستی در خود جمله هست، دیگه لازم نیست بگی من یک معلمم یا یک زنم یا یک مردم یا یک مادرم یا یک افغانم یا یک ایرانیم. خب بفرما 80 میلیون ایرانی باش مثل سدلی. من معلمم، من زنم، من مردم، من مادرم، من ایرانیم، من افغانم. نه اینکه من یک ایرانیم. انگار ما گفتیم تو 10 تا ایرانی هستی. وقتی قشر فرهنگ ساز ما به این موارد ساده توجه نداره، یعنی اوضاع امور فرهنگی رو به راه نیست، یعنی حال فرهنگ ما خرابه.
حالش از حال زاینده رود خیلی بهتر نیست. خشکیده. حالا شما به این فقر فرهنگی حجم عظیم اطلاعات نادرستی رو که ماشین تبلیغات دولت به متون درسی تزریق میکنه اضافه کن، ببین چی عذاب در میاد. ماحصل چون این کارخانجات فرهنگی میشه همین مدیران فعلی که کشور رو به خاک سیاه نشوندند و داد خود همین معلمین رو هم در آوردن. چرا؟ چون از کوزه همان برون تراود که دروست. garbage in garbage out. حالا من دیگه قطعنامه پایانی تجمع سراسری معلمان ایران رو نمیخونم که بیش از این آبروریزی نشه. یه متن آخوندی که از اول تا آخرش یک جمله است، فقط یک جمله، فقط یه ویرگول اون وسط وسط ها داره و یه نقطه در آخر. در سرفصلش هم علامت تعجب گذاشتند. فرهنگیان عزیز علامت تعجب، دانش آموزان عزیز علامت تعجب، مردم شریف ایران علامت تعجب. یعنی چی؟ یعنی این اساتید محترم علم و فرهنگ هنوز نمیدونن که در سرفصل نامه ها کسی علامت تعجب نمیذاره، نهایت یه ویرگول کافیه. اما اینا نمیدونن، یا اگه میدونن جدی نمیگیرند. هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. اما جدای از این موارد دستور زبانی، معلمین عزیز یه شعاری هم میدادند که اساساً بوی خفت و خاری میداد، بوی حقارت میداد. هیچ خوشم نیومد، خیلی دردناک بود. داد میزدن که یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه، که باز همون مشکل قافیه رو داره. البته کم بشه حل میشه، حالا قافیهش به درک. یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. الان مشکل معلمین ایران با یک اختلاس کمتر حل میشه؟ خب یه اختلاس 50 میلیونی میذارن کف دستتون، میگن برو باهاش مشکلات معلمین رو حل کن. مشکلت حل شد؟ اساسا خود همین شعار یعنی چی؟ یه اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه یعنی چی؟ آیا غیر از اینه که یعنی ما میدونیم شما دزدید، ولی شما رو به خدا، شما رو به منبر پیغمبر قسم، فقط یه بار، فقط یه بار کمتر دزدی کنید تا ما هم یه لقمه نون گیرمون بیاد. شما رو به خدا به ما رحم کنید. آیا غیر از اینه؟ آیا تفسیر این شعار همینی نیست که من میگم؟ آیا این خفت و خاری نیست؟ پذیرش حقارت نیست؟ اینا فقط چند تا از شعارهایی بود که همینطوری به طور رهگذری توجه منو جلب کرد. اما علاوه بر این شعارها، یه معلم دردمندی هم بود در یکی از این شهرها که سخنرانی قهاری هم کرد. البته ایشون داد میزد که من نابغه ام و فلانم و بهمانم، اما برای احقاق حق خودش و حق همکارانش چه کرد این آقای نابغه؟ اگه گفتین
چسبید به منبر پیغمبر. دست به دامان منبر پیغمبر شد تا حقش رو از جانشینان پیغمبر بگیره. همون پیغمبری که این ملاها دارن به اسمش نون میخورند. ایشون میگفت منبری که مال پیغمبره باید ساده باشه، ولی منبر شما آخوندها راسته به زروزیوره. سایر معلمین عزیز هم با هلهله و ولوله دست می زدن. یعنی چی؟ یعنی معلمین عزیز ما که کارخانه های تولید فرهنگ هستند نه تنها سکولاریسم رو نمی فهمند، یعنی جدایی دین از دولت رو که تنها راه نجات ماست، بلکه تاریخ دین خودشون رو هم نخوندند، بی سوادند. یک بار قرآن رو نخوندند، یک بار تاریخ طبری یا مغازی واقدی رو نخوندند، یک بار از خودشون نپرسیدند که وقتی خمینی گفت این دارایی از غنایم اسلام است منظورش چی بود؟ یک بار سوره انفال رو یا انفال رو نخوندند، یا همون سوره غنایم جنگی رو. یک بار از خودشون نپرسیدن که پیغمبری که در عرض 10 سال 80 تا جنگ کرده کی وقت میکرده بالای منبر بره و سخنرانی کنه؟ اساساً در زمان محمد مگه محراب و منبری بود که شما بهش آویختی؟ منبر پیغمبر. اگه محمد اهل محراب و منبر بود، پس لشکرش در ایران و افغانستان چه غلطی میکرد؟ ما که به اونها حمله نکرده بودیم. ولی معلمین ما اینها رو نمیدونند. نمیدونند که از روزی که محمد در مدینه کمپ طالبانی دایر کرد تا روزی که سر مبارک خودش رو زمین گذاشت همش در حال جنگ و جهاد و تصاحب مال و منال و زن و بچه مردم بود. 30-40 تا کنیز و برده داشت. ما و ملکت ایمانکم. زنان مردم رو تصاحب میکرد. زنان مردم رو. آخوندها و طالبان که هنوز این کارها رو نکردن. اما فرهنگسازان ما نه تنها اینها رو نمیدونند، بلکه خواستار این هستند که همچین پیغمبری بیاد و در امور صنفی و اجتماعی و سیاسیشون دخالت کنه و اینها رو از شر نمایندگان خودش نجات بده. یعنی معلمین عزیز ما کلن راه دادخواهی و راه دادگاه رو اشتباهی گرفتند. رفتن پیش سرکرده دزدها برای دادخواهی. اگر این گیجی و منگی نیست پس چیست؟ معلمی که بعد از 40 سال هنوز نفهمیده مشکل کشورش کجاست و مشکل خودش کجاست، آیا بی سواد و گیج و منگ نیست؟ 42-43 ساله که نمایندگان همون پیغمبر ما رو به خاک سیاه نشوندند، ولی معلمین ما دست به دامان منبر همون پیغمبر شدند که حقشون رو از ملا بگیرن. دردناک نیست؟ اگه شما جای اون ملای شارلاتان بودی که اون بالا نشسته، آیا به همچین آدمهای گیج و منگی حق و حقوق میدادی؟ نه. چون اگه به همچین آدمهای گیجی حق و حقوق بدی، دیگه باید به همه حق بدی. و اگه قرار باشه حق همه رو بدی،
دیگه شارلاتان نیستی که مشتی، دیگه باید شغلت رو عوض کنی. البته مشکل ما فقط تظاهرات فرهنگیان نیست. شما هر تظاهراتی رو در ایران ببینی یه جوری ربطش دادن به دین و خدا و پیغمبر. یا حسین میر حسین. طرف اموالش رو دزدیدن، بدبخت شده، ولی اومده تو خیابون شعار میده یا حجت ابن الحسن، ریشه ظلم را بکن. یکی هم نیست از اینها بپرسه که خانم عزیز، برادر گرامی، شما اگه میخواستی حجت ابن الحسن به داد شما برسه، پس دیگه چرا اومدی خیابون؟ در همون توالت خونت میشستی و با حجت ابن الحسن درد دل میکردی دیگه؟ ایشون اگه باشه در همون توالت شما هم هست، داره شما رو دید میزنه. اگه باشه میتونه صدای شما رو از همونجا بشنوه. دیگه چرا اومدی خیابون تو این برف و سرما؟ چرا وقت برادران قاچاقچی رو گرفتی به قول احمدی نژاد؟ برو بشین کنج خونت تا حجت ابن الحسن بیاد حقت رو بذاره کف دستت. حجت ابن الحسن. خب تو اگه جای ملا باشی آیا پول اینا رو بهشون پس میدی؟ انصافا نه. چرا؟ چون اینها نمیفهمن پولشون رو کی باید براشون پس بگیره. کسی که نمیفهمه کی باید بره پولش رو پس بگیره، چرا باید پولش رو پس بگیره؟ اگه پس بگیره چیکار باید بکنه با پولش؟ من دیگه بیشتر از این بیل نمیزنم که گندش بیشتر از این در نیاد. اما متاسفانه حقیقت اینه که ذهنیت مردم ایران هنوز که هنوزه در بند دین و مذهب گرفتاره. نه اینکه فقط خودش گرفتاره، نه، بلکه میخواد تمام مشکلات خودش رو و مشکلات کشورش رو با توسل به همون دین حل کنه. دینی که هیچ چیزش رو نخونده و بلد نیست، میخواد با اون دین مشکلات خودش رو حل کنه. برای همین شکست میخوره، همونطور که شکست خورده. تا این گرفتاری و گیجی و منگی هست مشکلات مردم حل نمیشه. نه تنها حل نمیشه، بلکه ممکنه بدتر از این هم بشه. بدتر از این دور باد. اما وضعیت در افغانستان بدین گونه نیست. شما شعارهای زنان معترض افغانستان رو ببینید، همش انسانی است، متوجه درد و رنج مردمه. چرا؟ چون معترضین افغان الفبای مبارزه رو فهمیدن. فهمیدن که باید حساب دین رو از حساب سیاست و دولت جدا کنند. فهمیدن که باید کار دین رو به اهل دین و کار مملکت داری رو به اهل سیاست و مملکت داری بسپرند. اونا فهمیدن که هر چیزی باید در جای خودش باشه. اما ایرانی ها هنوز نفهمیدن. هنوز میخوان با توسل به قرائتی جدید از منبر پیغمبر مشکلات خودشون رو حل کنند. و این یعنی گیجی و منگی و فلاکت و بدبختی بی امان و بی پایان. در پایان اجازه بدین قطعنامه جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان رو خدمتتون بخونم.
که اخیراً منتشر شده. ببینید چه متن درخشانی است. آدم از خوندنش لذت میبره. متن قطعنامه جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان. جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان به ادامه حرکتها و اعتراضات پیشین خیش اینک یک بار دیگر به خیابان آمده تا خواستها، پیامها و مطالبات خیش را با تکرار و تأکید مورد پیگیری و بازخواست قرار دهد. این جنبش که به مثابه یکی از اصیلترین هسته‌های مقاومت و اعتراض در دشوارترین روزگار ابراز وجود نموده و پا گرفته است، سلسله خواست‌ها و مطالبات روشن و برحقی را مطرح نموده و پیگیری می نماید که در این روزگار اساسی ترین و اولیه ترین نیازهای اجتماعی سیاسی به ویژه برای زنان افغانستان به حساب می آید. جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان موارد ذیل را به مثابه خواستها و مطالبات گردهمایی و راهپیمایی امروز خیش به گونه ذیل فهرست و بیان می نماید. یک، فقر، بیکاری، هزینه های بلند و غیر قابل دسترس مواد اولیه غذایی جمعیت کشور را در لبه نابودی و بدترین نوع فاجعه انسانی کشانیده است. مردم نان و خوراک و اولیه ترین امکانات پیش برد زندگیشان را از دست داده اند. در این مقطع حساس و دشوار مدعیان حاکمیت باید مسئولانه برای این مردمی که با مرگ و مصیبت دست به گریبانند اقدام کنند. از جامعه جهانی می خواهیم مستقلانه در خط حمایت از مردم افغانستان قرار گیرند. دو، افغانستان دچار بحران مشروعیت شده و نظام، دولت، قانون و حکومت مشروعیت ندارند و این بحران مشروعیت زمینه‌هایی دارد که باید در جهت محو کردن آن زمینه‌ها سعی لازم صورت گیرد. محرومیت زنان از کار، نان‌آوری، تعلیم، تحصیل و دیگر امور اجتماعی سیاسی یکی از دلایل این بحران است. یک جامعه بدون حضور و مشارکت معنادار همه اقشار آن به ویژه زنان نمیتواند جامعه قابل قبول و سالمی باشد. بنابراین باید این تنوع و حضور در چارچوب مشارکت سیاسی اجتماعی به رسمیت شناخته شود و مدعیان زمامداری به آن تن در دهند. سه، تداوم این اوضاع به خلق فاجعه بیشتر می انجامد. خواست ما از همه نیروها، اقشار و گروه‌ها این است که در پیوند به این اوضاع خاموشی اختیار نکنند. در پیوند به سرنوشت و روزگارمان همه مسئولیم و بایست اقدام به حرکت نماییم و عوامل فراهم کننده این فاجعه را
وادار به تن دادن به خواستهای انسانی من نماییم. از جامعه جهانی و همه سازمانهای و این بند چهار البته ببخشید چهار از جامعه جهانی و همه سازمانهای بین المللی اکیداً می‌خواهیم در برابر فاجعه و مصیبت جاری در افغانستان که هر روز به سمت فراگیرتر شدن می‌رود سکوت نکنند، نگذارید کشور ما با بیشتر از 35 میلیون انسان به کام نابودی، انزوا، فروپاشی کامل و متروک شدن فرو رود. با درود و سلام، جنبش خودجوش زنان معترض افغانستان، پنجشنبه 25 قوس 1400، 16 دسامبر 2020. به به، چه متن درخشانی نوشتند. درود بر شما. امیدوارم که به حق و حقوقتون برسید. بسیار خوب، اگه دوستان میخوان تشریف بیارن رو خط، بنده از همین لحظه هستم در خدمت شما. اجازه بدید من یه سری بزنم به این صفحه. کسی از دوستان میخواد تشریف بیاره رو خط، ما هستیم در خدمت شما. اگر نه که من از حضورتون مرخص میشم. بسیار خوب، قبل از این که برم، با دلی پردرد اعلام کنم که امروز خبر رسید که آقای حیدر قربانی، زندانی کرد از کامیاران، امروز صبح اعدام شده متاسفانه. و نمیدونم دیگه این حکومت چی بگم. در ویدیویی که از ایشون منتشر شده، ایشون مواردی از شکنجه رو بیان میکنه که واقعا شرم‌آوره. ای کاش بستگانشون این ویدیوها رو قبل از اعدام منتشر میکردن تا شاید بشه کاری کرد. البته این حکومت هیچ چیزش معلوم نیست، به هر حال دیگه با شاید و اما و اگر نمیشه کاری کرد. ولی من واقعا متاسف شدم و شرم باد بر دولت خودمون و شرم باد بر خودمون. اگر این واقعه در هر کشوری پیش بیاد، دولتی یکی از شهروندان رو بکشه، مردم اون دولت رو آروم نمیذارن. ولی در کشور ما هر کی رو یه برچسب میزنن میکشن. این کرد بود، اون بلوچ بود، این سنی بود، اون تجزیه طلب بود، این مرتد بود، اون نمیدونم ایادی استکبار جهانی بود. ما هم عادت کردیم به اینجور چیزا و نمیفهمیم که بابا این فرقی نمیکنه. این آدم هر کی بود، اصلا فرض کنیم جنایتکار بود، اینجوری که آدم رو نمیگیرن اعدام نمیکنن که این باید بیاد در یک دادگاه عادلانه، وکیلش بیاد حرفاش رو بزنه و قاضی بیاد نظر بده، بعد یه چیزی، یک پروسه است. نه اینکه هر کی سر خود بیاد یک رأی صادر کنه مردم رو بزنه بکشه. شرم بر شما باد، شرم بر ما باد که این رو تحمل میکنیم. واقعا من شدیداً محکوم میکنم این اقدام وحشیانه دولت رو و تسلیت میگم خدمت خانواده مظلوم حیدر قربانی. تسلیت ما رو بپذیرید. من اینجا بایستم صحبت کنم. منبر
میری میبینی آراسته به زر و زیوره، منبری که مال پیغمبره باید ساده باشه، میری نگاش میکنی انگار عریکه شاهان. من جا برای سخنرانی میخوام، چون من فرهنگی هستم، من فرزانه هستم، من فریخته هستم، من بهترین نمره های کلاس رو میبردم. الان هر بی سوادی نشسته بر پستای مدیریت تو صندلی های آنچنانی، من باید اینجوری صحبت کنم. سالهاست معلمان ایران برای تحقق خواسته های خود مانند آموزش رایگان و عادلانه برای دانش آموزان و بهبود معیشت و منزلت معلمان تلاش می کنند. فرهنگیان پس از یک دوره اعتراضات گسترده در روزهای شنبه و یک شنبه دست به اعتصاب سراسری زدند و برای تجمع سراسری در روز دوشنبه به منظور ادامه این اعتراضات فراخوان دادند. تفاوت بزرگ این فراخوان با فراخوان‌های دیگر آنها این بود که این بار آنها به صراحت از مردم خواستند تا به این اعتراضات بپیوندند. تا پیش از این گاهی معلمان در تجمعات اعتراضی خود با خواندن شعری یا سرودی به کنایه و پوشیده از مردم درخواست همراهی و کمک می‌کردند. مانند این صحنه در شیراز. تنها نمان بدر کین درد مشترک، هرگز جدا جدا درمان نمی شود. این صحنه هم تجمع روز یکشنبه 21 آذر در شهر قم است. معلمان قومی این بار به جای سرود یار دبستانی و همراه شو عزیز، سرود ای ایران ای مرز پرگوهر را می خوانند. آیا این ترنم بر لبان معلمان از دل شهری که حکومت کوشیده آن را به عنوان آخرین سنگر خود با چنگ و دندان حفظ کند، پیام هراسناکی برای حاکمان مذهبی کشور ندارد؟ به جرأت بتوان گفت که چنین صحنه‌ای در 43 سال اخیر اگر نه بی سابقه که کم سابقه بوده است. روز دوشنبه 22 آذر ایران شاهد یکی از بزرگترین و گسترده‌ترین تجمعات اعتراضی اخیر بود. معلمان در اعتراض به مشکلات خود در بیش از 80 شهر کشور به خیابان آمدند. تجمع شیراز یکی از پرجمعیت ترین این اعتراض ها بود و در آن شعارهایی مانند معلم به پا خیز برای رفع تبعیض و معلم زندانی آزاد باید گردد سر داده شد.
لنگ زدن چرخ اقتصاد کشور موضوعی است که علاوه بر دلایل فراوان داخلی و خارجی یک دلیل عمده و اصلی دارد و آن نگرش رهبران جمهوری اسلامی به مقوله اقتصاد است. آنها مبنا بودن اقتصاد را به هیچ وجه قبول ندارند. گفته ای منسوب به بنیانگذار جمهوری اسلامی وجود دارد با این مضمون که اقتصاد مال خر است. نوار صوتی یا ویدیویی از این گفته موجود نیست، اما یک فایل صوتی از او وجود دارد که در آن میگوید الاغ است که زیربنای همه چیزش اقتصاد است. اونهایی که دم از اقتصاد میزنند و زیربنای همه چیز را اقتصاد میدونن، اونها از باب این که انسان هم نمیدونن یعنی چی، خیال میکنن که انسان هم یه حیوانیست که همون خورد خوراک هست، اون تا خود خوراک این حیوان با حیوانهای دیگه یه فرقی داره، این چلو کباب میخوره و کار میکنه، اما هر دو حیوان. اینایی که زیر بنای همه چیز را اقتصاد میدونه، اینها انسان را حیوان میدونه، حیوان هم همه چیزش برای اقتصادش هست، زیر بنای همه چیزش، اولاد هم زیر بنای همه چیزش اقتصادش. ملاحظه می شود که از دید رهبران جمهوری اسلامی پرداختن به مقوله اقتصاد دون شأن ایدئولوژی آنهاست و آنها که معتقدند برای هموار کردن راه بهشت آمده اند طبیعی است اقتصاد را مقوله متعلق به حیوانات بدانند. حاصل این نظریه آنها امروز خود را در گوشه گوشه ایران و در زندگی تک تک ایرانی ها نشان می دهد. فقر، فساد، تبعیض، شکاف طبقاتی هولناک روزی نیست که اقشار مختلف را برای اعتراض به خیابان‌ها نیاورد. معلمان روز دوشنبه تأکید کردند تا رسیدن به خواسته های خود به اعتراضات ادامه خواهند داد و از سایر همکاران خاموش خود خواستند به فراخوان‌های بعدی بپیوندند. عزیز قاسمزاده، معلمی که به قید وثیقه آزاد است، تجمع معلمان رشت را با غزلی از حافظ به پایان برد. آرزوی به پایان رسیدن ایام غم و هشدار این که نقش جور و نشان ستم نخواهد ماند. صحنه ای که دیدن و شنیدن آن احتمالاً اشک به چشمان بسیاری از ایرانیان میهن دوست خواهد آورد. شما درباره این ایام غم و پایان آن چه فکر میکنید؟ رسید مجده که ایام غم نخواهد ما، ایمان نماز چونی جام باده بیارم که جام نخواهد تو پس نامور به شمشیر میزنه تو پس نامور به شمشیر میزنه همه کسی مقیم حریم حرم نخواهد Oh,
ریشم بمیرم هم رو ورق زاده میشم، منم تعبیر کابوس و خواب این شهر، زنجیر ظلم میشه پاره بیشم، قطره سرخ تو چشماتم، عشق مادرهای داغ دارم، خونابه خوزستانم، بنزینم شعله یابانم، اختار کشتار بعد وضعیت، گلوله شلیک تو سر جمعیت، من خونه زیر پوتینم، خورش دوینم با طعم کریزک، کلی خط رو بدن، اما قربانی با سر تو لجن، زخ تو کمر وقت تو سرم، همونی هم کر وقت پرزد، در وقت حرف زد، سیستمت مورفین زد تو رگم، دوختن هی نخ رو لبم دود کس، سوختم مثل جنگل و زاگرس قانونت فوت کرد، از تک تک خونا که ریختی و خوردی، گذشته یه دریا آب از سرم، میسوزم تو این جهنم ولی میزنم بیرون خاکستر، من جاودانم تو این چرخ تکرار، زاده جنگم به دست اجبار، پشت اتحاد تو صورت ظلمم، من شمال و جنوب تا قلب تهران، پایبند به خاک و عهد و پیمان، امید به یأسم تو بطن زندان، سرود دردم وارو به تلخم، روشنگرم روی سطح کیهان، قیزم بمبم مینه زیر پا، تلخی و خشمم با رخ بینقاب، فریاد یه نسل غرق زیر آب، کینه کهنم از عمق سینه ها، ایول بشکن قانون نداریم، قول میدم خوابی آروم نذاریم، قول میدم کمتر تا اون نباشیم، متحد میشیم و باهاتون فراری، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، بده به من، بده ایران مال منه، بده به من، بده این خاک مال منه، بده به من، بده ویران شده همش، بده که من خودم میسازمش، شولم زاده شلیک خودته، ما شهرم نیزارم، من راویم و تاریخ خود شعر، یادار که مرگ نسیانم، یادار که مرگ نسیانم،